میخوام خاطره ای رو که از یک دوست برای من در این رابطه رسیده براتون به نقل مضمون بخوانم. 40 سال 95 برای زیارت راهی عراق شدیم. از نجف تا کربلا رو باید پیاده میرفتیم. گروه ما 6 نفر بود و من چون عربی میدانستم مترجم گروه بودم. یک شب به اصرار زیاد یکی از عراقی ها به خانه اش رفتیم و مهمانش شدیم. بعد از صرف شام صاحب خانه به عربی شروع کرد با من به گپ زدن. گفتیم و گفتیم تا رسیدیم به جنگ 7 ساله. ازش پرسیدم جنگ رو ما بردیم یا شما بردید؟ لبخندی زد و گفت تو چی فکر میکنی؟ گفتم به ما میگن که ما پیروز شدیم. گفت چطوره به جای جنگ در مورد وضعیت شعری صحبت کنیم؟ بعد پرسید حکام شما کجایی هستن؟ گفتم معلومه ایرانی. گفت ولی رهبر و اکثر مقامات عالی رتبتون که یا سید هستند و یا آخوند تشریف دارند. مگه پیامبر اسلام توی ایران بود که حالا اولادش یا بستگانش بر شما حکومت میکنند؟ مگه ایران از اول اصولا سید داشته؟ ما عرب ها که عمیقا معتقدیم طی 14 قرن گذشته در ساختار هیچ حکومتی مثل ایران نتونستیم تا به حال نفوذ کرده باشیم. من کمی توی فکر رفتم. گفت خب تا اینجا که حکرانای شما از ما هستن، حالا یک سوال دیگه، چرا حاکمای شما با تاریخ و تمدن ایرانی پیش از اسلام مخالفند؟ گفتم نمیدونم. گفت به خاطر اینکه تمدن اسلامی عربی رو جایگزینش بکنند. پس تا اینجا ما تمدنتون هم ازتون گرفتیم، درسته؟ از روی استیصال سری به علامت تایید تکون دادم و او دو مرتبه به سخنانش ادامه داد. گفت چرا سر سفره عید نوروز شما قرآن میگذارید؟ چرا حتی در تحویل سال شمسی که ربطی به ما عرب ها نداره دعای عربی میخوانید؟ بعد بدون اینکه منتظر پاسخ من باشه گفت پس تا اینجا آداب رسوبتون ما ازتون گرفتیم. بعد پرسید اسم خودتو چی هست؟ گفتم محمد کاظمی. خنده کرد و گفت خب پس اسم فامیلتون هم که مال ما عرب هاست. حالا یه سوال دیگه، دین اصلی ایرانی ها چی هست یا چی بود؟ گفتم زرتشتی. اسم خداتون؟ اهورامزدا. کتاب آسمانیتون؟ اوستا. معبدتون؟ دیر و آتشکده. گفت کجا هستن اینایی که میگی؟ ازشون سراغی داری؟ شما که داریم به زیارت امامزاده های عرب میایین، پس ما دین و مذهبتون هم یه جوری ازتون گرفتیم. بعد با طعنه ادامه داد پولتون هم که خب داره خرج عراق و سوریه و فلسطین و لبنان و یمن میشه، پس پول و درآمدتون هم ما ازتون گرفتیم، درسته؟ کدوم ملتی رو سراغ داری که اینجوری تا به حال به ما عربا باج و خراج داده باشن و هنوزم بدن؟ با ناراحتی گفتم چی بگم، حق با توست. گفت چند تا از نامهای اسطوره میتونی نام ببری؟ گفتم بله، رستم، سهراب، اسفندیار، کیخسرو، متادرت به خود نام اسطوره‌ای داریم. گفت پس چرا وقتی با ما میمونین مشکلی براتون پیش میاد میگین یا علی، فاطمه یا حسین؟ و بعدش با خنده به عنوان دلداری چند تا زد به پشت من و گفت قبول کن که ما اسطوره‌هاتون هم ازتون گرفتیم. دیگه داشتم روانی میشدم. هیچ وقت اینجوری فکر نکرده بودم به چیزایی که میگفت. هنوز هم داشت ادامه میداد، میگفت ما عربا همه چیز شما رو گرفتیم و حالا مجبورتون کردیم با پای پیاده بیاد به کشور ما و اسطوره‌های ما رو زیارت بکنی و باقی مانده درآمدتون هم برای رونق اقتصاد توریستی ما عرب ها خرج کنی. از شدت ناراحتی و سرخوردگی دیگه عرق کرده بودم. از اینکه جواب دندان شکنی نمیتونستم بهش بدم از خودم بدم آمد.
همراه هم پرسیدن چی شده؟ صاحبخونه چی گفت که یا چی داره میگه که اینجور به هم ریختی؟ صاحبخانه در اومد گفت چرا از دوستات نمیخوای بیان اینجا به ما ملحق بشن و به حرفهای ما گوش بدن؟ چون هرچی باشه نصف زبان شما عربیه دیگه، مگه نه؟ بالاخره ما یه جورایی زبان مادریتون رو ازتون گرفتیم. بعد آهسته جوری که اونای دیگه نشنون به گوش من گفت چه بسا یه روزی اسم کشورتون و خارج فارستون هم عربی کردیم. و با خنده سوال کرد حالا راستی چی بود اون سوال اول؟ پرسیدی جنگ رو ما بردیم یا شما بردید؟ اون شب تا صبح خوابم نبرد، همش به حرفش فکر میکردم. صبح که شد به دوستام گفتم شما سفر کربلاتون رو ادامه بدین، من برمیگردم به ایران خودم.